در همین راستا همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. علیرضا، در خصوص این قانون جنجالی در هند و واکنش های بین المللی به اون برامو بگو لطفا. مجلس روز دوشنبه 11 مارس 21 اسفند ماه وزارت کشور هند آن هم چند هفته پیش از برگزاری انتخابات سراسری در این کشور قانونی رو تحت عنوان اصلاحیه قانون شهروندی CAA به اجرا درآورد که بر اساس این قانون هندوها، پارسیان، سیکها، بودایی‌ها، جین‌ها که یکی از دین‌ها هستند در هند و مسیحیانی که قبل از دسامبر 2014 میلادی به دلیل آزار و اذیت از کشورهای افغانستان، پاکستان و افغانستان و بنگلادش با اکثریت جمعیت مسلمان به هند وارد شدن میتونن درخواست شهروندی بدن. با این حال اقلیت مسلمان که در کشورهای همسایه هند مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، بمانند مسلمانان روهینگیا در میانمار یا شیعیان هزاره، واجد شرایط این اصلاحیه قانون شهروندی نخواهند شد و مهاجران دیگری هم بمانند پناهندگان تام میل در سریلانکا و همچنین بودایی های تبت که از چین فرار می کنند هم واجد شرایط این قانون نخواهند شد. آقای آمیت شاه وزیر کشور هند اعلام کرد که با اجرای این قانون آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند به یکی از تعهدات دیگر خودش عمل می کنه و این قانون یکی از وعده های انتخاباتی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا است و بر اساس اون اقلیت های مذهبی که از پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند می آیند واجد شرایط دریافت تابعیت هند خواهند بود. این قانون پیشتر در دسامبر 2019 میلادی تصویب شده بود، اما اجرای اون به خاطر اعتراضات گسترده و خشونت های مرگبار به تعویق افتاده بود. خب هم ایالات متحده آمریکا و هم سازمان ملل متحد و عفو بین الملل واکنششون دادن. سازمان عفو بین الملل اون رو تبعیض‌آمیز دونسته. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم ابراز نگرانی کرده و سخنگوی کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرده که به مانند سال 2019 میلادی ما نگران این هستیم که این قانون ماهیتی کاملا تبعیض‌آمیز داره و تعهدات بین المللی حقوق بشری هند رو نقض می‌کنه. متشکرم از همکارم علیرضا محبی از استرالیا.